دنبال میکرد و یه دفعه گفت همونجور که خودش تعریف کرده بود این بچه بالاخره وزن سرش نمیشه. خوشبختانه مادر بزرگ به داد رسید و با نمونه غزلهای فارسی که خودش تنظیم کرده بود تعلیم رو به عهده گرفت. متشکر از خانم خانگری. دلمون میخواست که فرصت بود تا از استادان و کسانی که با زنده یاد دکتر خانگری همکار بودن، آشنا بودن، هم دوره بودن، آقای دکتر انوری، خانم خجسته کیا، آقای دکتر عرفعی، آقای دکتر روشن، استاد دریابندری، جناب آقای عبدالرحیم جعفری بنیانگذار انتشارات امیرکبیر و آقای محسن باقرزاده و چند تن دیگر از دوستان که حتما گفتنی های بسیار ارزشمندی از آشنایی و همکاری با استاد خانلری داشتن بیان کنند. اما چه کنیم که وقت محدوده و امیدواریم در فرصت دیگر دوباره درباره دکتر خانلری نشست دیگری داشته باشیم که این عزیزان بتوانند از خاطرات و یادهاشون و تجربیات دوران همکاری با زنده یاد خانلری بیان کنند. از استاد ارجمند جناب آقای تعریف با اینکه مسافر بودن و از راه رسیدن لطف کردن به مجلس ما آمدن دعوت میکنم که تشریف. سلام خدمت بزرگان حاضر در این مجلس محترم و این مجلس واقعا سنگین برای من. عرض کنم بسیار مفتخرم که در این مجلس هستم و جزو در واقع کسانی هستم که جناب دهباشی دوست بسیار عزیز من رو در این موقعیت قرار دادن و این جناب دکتر آقای دهباشی عزیز که دوستان بسیار بسیار عزیز و به قول آقای دکتر پارسی نجات بسیار شگفت‌انگیز هستن ایشون، ولی به گمانم ایشان دشمنی هم با من دارن، چون همیشه من در موقعیتی قرار میدن که بیام رو صحنه یا صحبت بکنم احیانا اونم در مجالسی به این سنگینی که بزرگانی چون دکتر شفیع کتکنی و بزرگان دیگر هستن برای من بسیار سخته، در واقع من در مقابل خطر قرار میده. من نیومدم اینجا که راجع به دکتر خانلری صحبت کنم، اینقدر صحبت‌های زیبا و جامع و مفید شد که دیگه بنده حرفی برای گفتن نباید داشته باشم. عرض کنم که همه خصوصیات و مختصات شخصیتی استاد بزرگ دکتر پرویز ناطق خانلری گفته شد. من فقط اشاره کوتاهی به حافظ خانلری می کنم که در واقع مرجعی است برای همه از جمله ما که دستندکار موسیقی هستیم و فی الواقع می تونم بگم که آخرین مرجعی که میریم به شعر رو باش مطابقت به این شعری که قرار است بخواییم از حافظ، حافظ خانلری است. البته حافظ های دیگه بسیار بسیار در واقع ارزشمند هست، ولی حافظ خانلری به هر حال یکی از مراجع اصلی است که ما مراجعه میکنیم. اشاره بسیار مختصر و کوتاهی میکنم به این مسئله که اساساً موسیقی و شعر جدا از هم نیستند، اصلا نمیتونن از هم جدا باشند. من در همین تریبون چند ماه پیش گفتم که هرگاه از شعر صحبت میشه در واقع خود به خود از موسیقی هم صحبت شده، هرگاه از موسیقی صحبت میشه به خودی خود از شعر هم صحبت میشه. در صورت صحبت در زمینه موسیقی و شعر زیاده که در این مجال اندک نمی کنجه. بنده رو وادار کرد آقای دهباشی عزیز که بدون ساس ابدا به ساکن از سفر برگشه مستقیم آمده به اینجا. بنده
مشخصاً هم خواستن که من از حافظ بخونم. غزلیات بسیاری به ذهنم هجوم آورده، ولی به هر یکیشو بداهه در هر حسی که داشته باشم در لحظه برحال خواهم خود. امیدوارم که برحال به شکل از برخواندن بسیار کار سختیه، ولی چه کنیم دیگه، خطر میکنیم. بود آیا که در میکده ها بکشایند؟ بود آیا که در میکده ها بکشایند؟ گره از کار فرو بسته ما بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خود بی بستند بستند، دل قوی دار، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. ای دل حبیبم یا در میخانه ببستند، خدایا مبسند. در میخانه ببستند، خدایا مبسند. که در خانه تزویر و ریا بکشاین. نامه تعزیت دختر رز برخانید، تا حریفان همه خونز مجه بکشایند، تا حریفان همه خون از مجه ها بکشایند. دل یاره جان دل بودا یا که در میکده ها بکشایند. گره از کار فرو بسته ما بکشایند. چندان که گفتم حبیب من غم با طبیبان،
درمان نکردند عزیز من مسکین غریبان، آن گل که هر دم در دست بودیست گو شرم و بودش عزیز من از اندلی بان، گو شرم و بودش عزیز من از اندلی بان، درج محبت بر مهر خود نیست یارب مبادا کام رقیبان، ما درد پنهان با یار گفتیم نتوان نهفتن در دست حبیبان، حبیبم در دست حبیبان، حافظ نگشتی شیدای گیتی، حافظ نگشتی شیدای گیتی، حبیبم حافظ نگشتی حبیب من شیدای گیتی، گر میشنیدی حبیب من پند ادیبان، گر میشنیدی پند ادیبان، با تشکر از استاد تعریف یک بار دیگر از حضور دوستان و استادان محترم در این مجلس تشکر میکنم و دعوت میکنم به پذیرایی در تالار جمع سالن. شب بر شما خوش.